اینی که حسین فوت شد من ناراحت پشیمونم. حسین فوت شد اصلا خود منو باورم نمیشه. این حسین فوش نمیداد حسین اتفاقی براش نمیفت. حسین من فوش داد. فکر کن یه نفر دارن صدای تو رو میشنوه، میخواد داره ارزندان بکنه، میخواد چاقو دستش کنه، یا میخواید راه رو ادامه بده، چه حرفی براش داره؟ من ببینه حال روز پسر خودت. خب بگه ببینه بکنه آینه عبرت خودش دیگه. عقل داشته باشه نمیکنه. ما هم اگه عقل داشته نمیکرد. واه یه لقب داری؟ هیچ لقبی نه. عقاب ایوان؟ میگن من که لقب نداشتم که. منو اون که اون نه این که لقب نی که اون که لقب نی لقب اونه که برای خودش بداره خودش صدا کنه لقبشو. من فامیل دارم داستان هم بودش هم ندارم اینه مردم میزنم. داستان این فیلمه که تو فضای مجازی بود چند تاش خودت بودی چند تا هم نشسته بودی صحبت نمی کردی اون که چی بود اینا؟ اون که داستان مجازی که صحبت نمی کردم ربط نشه چون تعهد داده بودی صحبت نمی‌کنی. آره صحبت نمی‌کنم مشکل نداره. الان من یه جایی برم فیلمی یکی بگیره تو عروسی باشه تو جشنی باشه من که نمی‌تونم من حرف ندارم. من دست خودمه که خودمو نگهدارم. مرغم بگی همسرتو دزد نکن. من خودمو نگهدارم. اون اوایل خودم اونم مقصرم که اون آره اونا به خاطر اینکه اینا 5 6 سال پیش بود دیدم آقا من رفتم پلیس فتا این ور اون ور برای من اینستاگرام مثلا من این گوشی ها نهاشتم که گوشیم ساده بود تو مجازی برای من این پیجمه جرست میکردم هیچ که مثلا پیگیر نبود که میردن مزام ناموس مردم میشنن تو دایریکت و فلان بسار اینا دیگه مجبور شدم من خودم در آمدن بودم آقا برای من پیجمه جرست نکن خودم دفاع منم اونجا هم میگودم آقا برای من درست نکنید چیکار کنم من که رفتم گودم آقا تو امنیت گفتم آقا برای من این پیجه رو بخواید قانون اینا رو جمع کن دیگه آقا چقدر بعید بردی حرفی کنم منم من پیج ندارم این گوشی منه خود ناراحت تیر خورده خوردم دیگه الان یه چهار تا الان هفت تا خوردم هفت هشت تا خوردم الان هفت بار پا تیر خورد نه بابا خوردم کلن دو دفعه خوردم دو دفعه زیاد زدم یه سال پرسم چرا رفتی زندان برگشتی یه جونی متنبه نشدی این کارو نذاشتی کنم من گذاشتم که من دعوا نکردم از آزاد شدم رفتم مهمون رفیقم نه کلن قبلا چند بار رفتی ببن. دوباره برگشتی اونه که برنشی برن من شمشیر بکشه فلان گونه میگه آقا متنبه نشدی من رفتم نشستم پیش رفیقم دعوتم کرده دیگه رفیقم اونجا اومده به من خوش ناموس داره میگه دیگه چیکار کنم منظورم اینه 82 مثلا رفتی تو مثلا ما بعدش ما دیدیم مثلا 90 دوباره اون موقع سنی من نداشتم الان عاقل بالغ شدم الانم که الانم که خودم گذاشتم کنار شر گردنمو گرفت دیگه خود حسین یه طولایی بوده که قبلا داشتی کاری که قبلا کردی چرا این آقا شر گردنشو نمیگیره بله دیگه بالاخره آدم گلشش که بد باشه یه ذره زمان میبره تا درست شه میشه میگم من بعد زمان بهمون میداد مولد میداد که اینجوری بشه منم نمیخواستم من فقط فکر درمان پام بودم یه توصیه ما بکن یا هر چی که میخوای بگی من فقط میگم همه به همدیگه احترام بذارن حرمت همدیگه بگن کسی به کسی فحش نده هم. الان کسی بهت فحش بده چیکار میکنه به قول خود کسی بهت حرف بدی بزنه توهین کنه چیکار میکنه سرتو میندازی پایین راحت میشی نشیده میگیری یا اونجا مست بودم نه اونجا الان اونو کاری ندارم الان عقلم سر جاشه الان میفهمم الان میگه آدم یه بار از سوراخ یعنی مانش بخوره یه بار ولی الان اتفاق افتاد بگی برام دیگه الان چیکار میکنی کسی یکی از اینجا یه حرف بدی بزنه اینجا نه کلا بیرون داری راحت میشی شما با این یادتون نمیداری نمیدونم من فقط میگم آقا کسی به کسی فحش نده یه کلام ارزشش رو داشت؟ ارزشش نداشت اصلا نداشت که الان خونه خدا فقط به خانواده حسین صبر بده خانوادهش داشتش به من رفیق بودن من این خانواده بد نیدونم من اصلا با حسین دشمنی نداشت نمیخواستم حسین اتفاقی براش بیفته ولی سر یه از کوره در رفتن از کوره دادن چون مست بودیم عقلمون به اون فرمان نداد نه من نه حسین اگه سالم بود فحش نمیداد من اگر مشکل نمی کنم نمی زدم اصلا بسم الله الرحمن الرحیم خب با توجه به خبری که به ما رسید در رابطه با
وقوع یک مورد قتل بلافاصله همکاران ما تو محل وقوع قتل در تهران در یکی از نقاط تهران حاضر شدن و متاسفانه مشاهده کردن که یک جلسه‌ای که مربوط به یه تعداد از افراد سابقه دار هست، اینها در واقع در این جلسه که به مناسبت آزادسازی یا آزادی یکی از اشرار به نام و مطرح به نام وحید مرادی هست، این در واقع افراد در اون جلسه درگیر شدند و این فرد شرور و امروز شرور قاتل زده یک نفر از این افراد رو کشته، در واقع درگیر. کار ما از این لحظه شروع شد. البته من بگم ایشون ده ها چندین بار دستگیر شده و از سال 88 این آقای وحید مرادی مشغول شرارت است، مشغول خرید و فروش مواد مخدر و تقریبا توی موارد متعدد جرم و جنایت فعالیت داشته و بارها و بارها به زندان افتاده و بعد از اینکه در واقع این حادثه هم رخ داد و فردی به نام گودرزی به قتل میرسه، همکاران ما برای دستگیری ایشون کارشون رو شروع میکنن. ایشون هم با توجه به تجربیات زیادی که در بحث جرم و جنایت و شرارت داشته بلافاصله از تهران خارج و به سمت مرز حرکت میکنه و کار ما از اینجا آغاز شد. همکاران ما بلافاصله با رصدهای اطلاعاتی و کارگاهان متبحر و توانمند پلیس آگاهی ما در واقع تقریبا به نقطه تردد و حضور ایشون وقوف پیدا کردن، در محل حضور پیدا کردن و ایشون با هماهنگی تعدادی از دوستانش که اونها هم اراذل او باشن و دو سه نفر از کسانی که افراد رو به صورت قاچاق به خارج از کشور میبرن، قصد خروج از کشور رو داشت از طریق یکی از مرزهای غربی که در واقع شبانه همکاران من در اون محل حاضر شدن و در یکی از روستاهای کوهستانی که حدوداً 500 متر با نقطه صفر مرز فاصله داشت مخفیگاه ایشون رو شناسایی کردن و قبل از اینکه در واقع اون نفرهایی که قرار بود اینو انتقال بدن و از مرز خارجش بکنن، به در واقع در دام کاراگاهان پلیس تهران بزرگ گرفتار شد و کمتر از حدود 24 ساعت، حدوداً در واقع الان تقریبا میشه بیش از 48 ساعت ولی اون لحظه گرفتن حدود 24 ساعت در واقع تونستیم در نقطه صفر مرزشون رو دستگیر بکنیم و خودش هم به اصطلاح خودش در صحبتایی که داره میگه من باورم نمیشد این همه توانمندی و تبحر و در واقع سرعت عمل پلیس رو که بیان و در یک نقطه بسیار دور افتاده کوهستانی در یک روستا منو بتونم بگیرم. صادق، بجز اینکه خب اینا